سلام به کانال فیلم استوری پلاس، خوش اومدین. ممنونم که ما رو انتخاب کردین. لطفاً همین ابتدا ویدیو رو لایک و ما رو سابسکرایب کنید. خب امروز قراره فیلمی به اسم چگونگی قرار ملاقات با بیلی والش رو با هم ببینیم که یک ژانر کمدی و عاشقانه داره. بریم ببینیم که داستانش از چه قراره. فیلم تو آکادمی هیسبروک شروع میشه، جایی که ما یه دانشجوی معمولی به اسم آرچی آرنولد رو میبینیم که سر تا پا خاکی شده. اون برای سخنرانی مراسم تابستونی رو متوقف میکنه. همونطور که اون شروع میکنه، صحنه به عقب برمیگرده و نشون میده که رابطه اون و بهترین دوستش آملیا چجوری شروع شده. معلوم میشه که پدر و مادر اونا مثل این دوتا بهترین دوستای هم بودن و با هم بزرگ شدن. آرچی و آملیا خیلی تفاهم داشتن و عمیقا همدیگر رو درک میکردن. همونطور که اونا بزرگ شدن، آرچی به اون علاقه پیدا کرد، اما هر بار که سعی میکرد اعتراف کنه مشکلی پیش میومد و در نهایت عشق خودش رو مخفی نگه میداشت. مادر آملیا تو 10 سالگی درگذشت. قبل از مرگش یه دستبند به دخترش داد و بهش گفت به حرف قلبش گوش بده، چون قلبش همیشه اونو به مسیر درست هدایت میکنه. تو اولین روز مدرسه بعد از تعطیلات عید پاک، آرچی قصد داره احساسات خودش رو به آملیا اعتراف کنه. با این حال نقشه اون با ورود پسر جذاب به اسم بیلی والش که به تازگی از کالیفرنیا منتقل شده خراب میشه. همونطور که اون با موتورسیکلت خودش وارد محوطه مدرسه میشه، بلافاصله توجه همه از جمله آملیا رو به خودش جلب میکنه. در عرض چند روز بیلی معروف میشه و به عنوان یه دانش آموز ستاره و عالی شناخته میشه. اون همچنین کاپیتان هر دو تیم شنا و راگبی میشه. محبوبیت اون باعث میشه آملیا عاشق اون بشه و به وضوح باعث حسادت آرچی میشه. همون شب آرچی برنامه‌ریزی میکنه تا یه گردش ویژه با آملیا برای دیدن فیلم مورد علاقهشون انجام بده، کاری که سالهاست از انجامش لذت بردن. اون معتقده که این شب فرصت عالی برای اعتراف به عشقش به اونه، اما قبل از اینکه بتونه این کار رو انجام بده، آملیا به احساسات خودش نسبت به بیلی اعتراف میکنه. این قلب آرچی رو میشکنه و اون نمیتونه حرفی بزنه. بعد از اون شب خانواده آرچی و آملیا برای شام دور هم جمع میشن. طی این مدت پدر آملیا یعنی روبرت از والدین آرچی راز ازدواج شادشون رو میپرسه. اونا جواب میدن که یکی از دوستای گرو به اونا تو خوشبختی زناشوییشون کمک کرده. بعد از شام آملیا در حال آماده شدن برای تماشای یه فیلم با آرچیه. در حالی که سعی میکنه از آشپزخونه کمی تنقلات بگیره، مکالمه پدرش و والدین آرچی رو میشنوه. در طول این مدت والدین آرچی در مورد دکتر عشقی که به اونا کمک کرد تا ازدواجشون بهتر بشه به روبرت میگن. اونا پیشنهاد میکنن که از اون راهنمایی بخواد، به خصوص که اون از همکارش مگی خوشش میاد. با شنیدن این حرف آملیا از آرچی میخواد تا شماره دکتر عشق رو بهش بده. اون توضیح میده که میخواد بیلی رو عاشق خودش کنه. آرچی سعی میکنه درخواست اونو رد کنه، اما این فقط اونو ناراحت میکنه و باعث میشه که بره. وقتی آرچی بیشتر از این نمیتونه طاقت بیاره، در نهایت به اتاق پدر و مادرش میره و شماره تماس رو پیدا میکنه. بعد اونو به عنوان عذرخواهی به آملیا میده. در طول مکالمه اونا به طور تصادفی از اون میپرسه که اونو دوست داره یا نه. با این حال اونو با شوخی از خودش دور میکنه، چون اون هنوز جرأت کافی برای اعتراف به احساساتش رو نداره. یه روز تو مدرسه چند تا قلدر آرچی رو محاصره میکنن. برای پیدا کردن مکانی امن اون میره تو کلاس بازیگری. تو اونجا مربی از یه پسر خجالتی میخواد که نقش رومئو رو بازی کنه و برای عشق بجنگه. پسر اولش مردده، اما در نهایت اجرا میکنه و موفق میشه مربی رو تحت تاثیر قرار بده. این باعث میشه دوستاش تشویقش کنن. با دیدن این آرچی یه فکری به سرش میزنه و اینه که اون تبدیل به دکتر عشق جهلی بشه و سعی کنه آملیا رو گول بزنه. به محض رسیدن به خونه یه شماره جدید میخره و شماره تماس جدید رو روی یه کاغذ مینویسه. اون همچنین از هوش مصنوعی برای تبدیل کردن خودش به عنوان یه فرد مسن استفاده میکنه. روز بعد اون به کمد آملیا میره تا شماره تماسی رو که قبلا به اون داده بود رو عوض کنه. کاغذ رو تو دهنش میذاره و در کمد رو میبنده. درست و همون زمان آملیا ظاهر میشه و میپرسه که اون با کمدش چی کار داره. اما اون نمیتونه حرف بزنه چون کاغذ تو دهنشه. تو همون زمان بیلی رد میشه و حواس آملیا رو پرت میکنه. با دیدن این شانس آرچی به سرعت کتابی رو داخل کمد قرار میده و نمیذاره که اون راجع به کاری که کرد متوجه بشه.
اون شب آملیا با هیجان با شماره تماس میگیره. آرچی جواب میده. اون تلاش میکنه از قرار ملاقات اون با بیلی جلوگیری کنه. پس به اون پیشنهاد میکنه که مثل آمبر، دختر محبوب مدرسه، ابروهای مصنوعی روی صورتش بکشه. روز بعد آملیا به توصیه دکتر عشق عمل میکنه و به مدرسه میره. با این حال همه اونو به خاطر ابروهاش مسخره میکنن. بعدتر از همه یکی از همکلاسی‌ها به طور اتفاقی آب میوه رو روی صورتش میریزه. بعد همه دانش آموزا شروع به فیلم گرفتن میکنن و بهش میگن دختر خفاشی. بعد از مدرسه آملیا با دکتر عشق تماس میگیره و همه چیزو بهش میگه. در جواب آرچی اونو تشویق میکنه که وضعیت رو جور دیگه‌ای ببینه. این نشون میده که بیلی به خاطر اتفاقی که افتاده متوجه بودن اون شده. اون دوباره به اون توصیه میکنه که تا زمانی که میتونه به بیلی خیره بشه و همچنین سعی کنه حسادت اونو تحریک کنه. روز بعد اون سعی میکنه همین کار رو انجام بده و سعی میکنه یکی از همکلاسی‌هاشو ببوسه، اما تو این بین به طور تصادفی سرش رو به کمد میکوبه. بعد آملیا تو دستشویی میشنوه که آمبر و دوستاش در مورد شلوار و مدل موی اون غیبت میکنن. اون میخواد ظاهرش رو تغییر بده، پس تصمیم میگیره مثل آمبر لباس بپوشه، دامنهای کوتاه بپوشه و آرایش کنه. روز بعد آملیا با ظاهر جدیدش تو مدرسه ظاهر میشه و توجه همه رو جلب میکنه. با این حال وقتی بیلی رو میبینه زیاد روی میکنه. اون عمدن یه مداد رو ول میکنه و خم میشه تا اون رو برداره. همونطور که انجامش میده با ماشین برخورد میکنه و روی زمین میفته. بیلی سعی میکنه به اون کمک کنه، اما آرچی به سرعت به سمت اون میره. اوضاع رو کنترل میکنه و اون رو داخل میبره. موقع نهار آمبر به قصد توهین به آملیا پیش کل مدرسه به اون نزدیک میشه. اون تو کافتریا اونو مسخره میکنه و حتی شیر رو به صورتش میپاشه، اما آرچی از دختر ما دفاع میکنه و ناهار خودش رو به صورت آمبر میکوبه. بعد دستای آملیا رو میگیره و اون از اونجا دور میکنه. بعدن وقتی به حیات مدرسه میرسن بیلی پیش اونو میاد. اون از آرچی بابت کارهاش تو کافتریا تعریف میکنه و بعد از آملیا میخواد که باهاش قرار بذاره. این دختر رو هیجان زده میکنه و اون بلافاصله دعوت اونو قبول میکنه. تو صحنه بعدی آملیا با دکتر عشق تماس میگیره تا از اون تشکر کنه. با هیجان به اون اطلاع میده که راهنمایی‌های اون نتیجه داده و حالا اون با پسر مورد علاقه‌اش قرار داره. با این حال آرچی که میخواد تو قرار اونو خرابکاری کنه دوباره توصیه‌های بعدی به اون میکنه. بهش میگه که با بیلی و اطرافیانش بی ادب رفتار کنه. آملیا با خوشحالی قبول میکنه. بعد بیلی اونو به رستورانی میبره که اونجا یک گل رز روی میز میذاره تا اون احساس خاص بودن کنه. اما آملیا به گارسون دستور میده که گل رز رو برداره و بلافاصله یه نوشیدنی الکلی سفارش میده. اون تلاش میکنه که با بیلی بد رفتار کنه و حتی با گارسون لاس میزنه. هرچی میگذره آزاردهنده تر میشه. بیلی که از رفتار بی‌ادبانه اون خسته میشه یهویی قرار رو کنسل میکنه و میگه که دیگه به اون علاقه ای نداره. روز بعد آملیا که حالش بد شده از طریق بلندگوهای داخل مدرسه عذرخواهی عمومی میکنه. با وجود تلاشای آرچی برای متوقف کردنش اون لحظات شرم آور و ترسناکی از گذشتش رو به همه میگه. بعد از مدت کوتاهی تمام مدرسه به بیرون دفتر میرن تا اون رو مسخره کنن. آرچی متوجه شد که حسادت اون از حدش گذشته. برای دور کردن دانش آموزه از دفتر دود کپسول آتش نشانی میپاشه و بیلی رو مجبور میکنه که درست جلوی در وایسه. وقتی آملیا پسر رو میبینه به سمت اون میره و اون دوتا دوباره آشتی میکنن. تو همین حال آرچی بعد از پذیرفتن اینکه احساساتش نسبت به آملیا به صورت متقابل نیست تصمیم میگیره از اون فاصله بگیره. با گذشت زمان آملیا متوجه میشه که اون و بیلی هیچ تفاهمی ندارن، برعکس خودش با آرچی. در نتیجه دلش برای اون خیلی تنگ میشه. یه روز اون و آرچی از خونه به آسمون شب خیره میشن و شاهد سقوط یه ستاره بزرگن. هر دو از این منظره شگفت‌زده میشن. بعدن پدر آملیا پیش اون میاد و اون میپرسه که اون از کجا میتونست که مادرش همون عشقیه که میخواست. روبرت به اون میگه که تو دانشگاه با هم آشنا شدن و وقتی ماشین مادرش خراب شد اونو سوارش کرد. با شنیدن داستان اون متوجه میشه که والدین اونا بهترین دوستای دوران بچگی بودن. اون همچنین متوجه میشه که پدرش هرگز به مادرش اعتراف نکرده چون که اون میترسیده.
اون این داستان والدینش رو با رابطش با آرچی مقایسه میکنه که باعث میشه احساسش رو نسبت به اون درک کنه. روز بعد مگی به آملیا کمک میکنه تا برای جشن تابستونی آماده بشه. وقتی کارش تموم شد، آملیا جعبه وسایل مادر مرحومش رو باز میکنه و دستبندی رو که مادرش قبل از مرگ به اون داده بود رو بیرون میاره. اون توصیه های مادرش رو به خاطر میاره که از قلبش پیروی کنه، چون به ندرت اونو به راه اشتباه هدایت میکنه. درست همون زمان بیلی با دوچرخه از راه میرسه. توی لحظه تصمیم میگیره به حرف دلش گوش بده و با اون جایی نره. بنابراین آملیا از پنجره فرار میکنه و به سمت خونه آرچی میره. تو راه لباس اون تو زنجیر دوچرخه گیر میکنه و پاره میشه. اما باز هم مانع اون نمیشه و تصمیم میگیره تا خونه آرچی بدوه. آملیا میرسه و اون رو در حال استراحت روی تختش میبینه. ازش میخواد که آماده بشه، چون که میخواد با اون به جشن تابستونی بره. اما آرچی که از احساسات اون بیخبره این پیشنهاد رو رد میکنه. وقتی قبول نمی‌کنه، در نهایت آملیا به احساسات خودش اعتراف میکنه و میگه که مدت زیادیه که اون رو دوست داره. با شنیدن این حرف آرچی نشون میده که اونم دوستش داره و با خوشحالی موافقت میکنه که با اون به مراسم بره. تو سنه بعد در حالی که آرچی آماده میشه، آملیا تصمیم میگیره در مورد وضعیت خودش با بیلی به دکتر عشق پیام بده. اما همونطور که اون چند پیام برای اون میفرسته، صدای زنگ تلفن آرچی رو میشنوه. این در نهایت باعث میشه اون متوجه بشه که اون در تمام مدت تظاهر کرده که دکتر عشقه. دل شکسته از خیانتش، اون تنهایی به جشن تابستونی میره. آرچی بعد با عجله به محل برگزاری میره، اما قبل از اینکه بتونه بره داخل، قلدرای مدرسه اونو میگیرن. اونو کتک میزنن و برعکس به میلی تو محوطه مدرسه میبندن. آملیا با بیلی در مورد احساساتش صحبت میکنه و بعد از یه مکالمه کوتاه، اونا توافق میکنن که از هم جدا بشن. بعد یکی از قلدرها به بیلی اطلاع میده که مشکل اونو حل کردن. با شنیدن این حرف بیلی متوجه میشه که آرچی دچار مشکل شده. بنابراین میره تا کمکش کنه. بعد از آزاد کردنش اونو تشویق میکنه که به دنبال آملیا بره. بعد آرچی با عجله به سمت صحنه میره و مراسم رو متوقف میکنه. به صحنه اول میرسیم. اون به بالا خیره میشه و لوستر درخشان بالای سرش رو میبینه که باعث میشه درباره انواع مختلف ستاره‌های کهکشان فکر کنه که هر کدوم ویژگی‌های متفاوت دارن. اون همه رو به عنوان یه ستاره تو کهکشان تصور میکنه و بیننده‌هایی که از اون نفرت داشتن رو آروم میکنه. بعد آرچی احساسات خودش و همچنین اشتباهات خودش رو در مقابل همه از جمله آملیا اعتراف میکنه. با شنیدن عذرخواهی صمیمانه اون، در نهایت آملیا اونا میبخشه و اونا هم عاشقانه میبوسن. تو صحنه آخر همه به آرومی با موسیقی میرقصن و شب رو به پایان میرسونن. امیدوارم از تماشای این فیلم عاشقانه و جذاب لذت برده باشین. لطفاً ویدیو رو لایک و ما رو سابسکرایب کنید و منتظر ویدیوهای بعدی ما باشین. خدا نگهدار.